مرکز اهل بیت علیهم السلام در کشور آفریقایی تانزانیا در راستای فعالیت‌های فرهنگی مذهبی خود مسابقه‌ای با موضوع خطبه شقشقیه امیرالمومنین علیه السلام برگزار کرد. به گفته مسئولان 140 تن از طلبه‌های این مرکز از شهرهای مختلف تانزانیا و برخی کشورهای آفریقایی دیگر در این مسابقه به رقابت پرداختند. خطیب حسینی حجت الاسلام عبدالرضا معاش مدیر مسئول این مسابقه در این باره گفت: باید به خطبه‌های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه که سرشار از مطالب ارزشمند اعتقادی و فرهنگی با کلامی بلیغ است توجهی ویژه شود. وکیل مرجعیت شیعه حجت الاسلام معاش ادامه داد: بنابراین طلاب علوم دینی وظیفه دارند تا خطبه ها را حفظ کنند، چرا که تأثیری فراوان در توسعه فکری و عقیدتی آنان خواهد داشت. وی افزود: خطبه شقشقیه از خطبه های مهم امیرالمومنین علیه السلام است که بسیاری از مفاهیم اعتقادی پنهان را برای مسلمانان آشکار می کند. مرکز علوم دینی اهل بیت علیهم السلام در شهر عروشا در کشور آفریقایی تانزانیا از مراکز تابع مرجعیت شیعه آیت الله اعظم سید صادق حسینی شیرازی مدظله می باشد که نقشی راهبردی را در معرفی اسلام حقیقی برای غیر مسلمانان این کشور ایفا می نماید. رئیس هیئت مدیره این مرکز شیعی آقای صالح عاشور یکی از نمایندگان پارلمان کشور کویت است. شایان ذکر است مراکز شیعی اعم از مدارس مذهبی و یا مؤسسات خیریه وابسته به مرجع عالیقدر آیت الله اعظم شیرازی مدظله در بسیاری دیگر از کشورهای قاره آفریقا از جمله کنیا، ماداگاسکار، اوگاندا و نیجریه در حال فعالیت هستند.